معاف ذمه خونده بشه در مورد خسوف و کسوف نیت ادا و قضا هست. وقتی که شروع کرد به گرفتن نماز خونده میشه تا شروع کرد به باز شدن، وقتی کاملا باز شد انتهای وقت نماز آیات. اما در مورد زلزله، چون زلزله یه لحظه است دیگه، همون آن موقع زلزله که نمیتونی نماز بخونی، استقرار نیست، حرکته. وقتی زلزله شد ابتدای صلاته. منتها میفرمند وجوب المبادره. یکی از اساتید با میگفت منزلی که از آقایون بودیم در قم، علما نشسته بودن، زلزله شد. یه چند نفر از علما بزرگان اسم بعضی مراجع آوردن، اونها بودن، خدا رحمتشون کنه، بعضیاشون از دنیا رفتن. گفت یکی از آقایون زود بلند شد. این آقایی که این ور نشسته گفت آقا ترسیدی؟ فرمودن نه، من باید زود نماز بخونم، چون وجوبش وجوب فور دیگه. عرض می شود که تراخی جایز نیست. اما وقتی که نماز می خونید، نماز دو رکعت نماز، عرض می شود آیات می خونم، معاف الذمه قربتا الی الله نماز می خونید. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، اون آب دریا رو در جانب بر خشکی می ریزی، در خشکی زلزله میاد. همه جا دست خداست، خشکی و دریا نداره. ایمن نیستی از قدرت خدا؟ ولا یمکن الفرار من حکومته. و امثال این آیات رو مثال میزنه. بعد چند آیه راجع به وضع و موعظه در قرآن، وضع و موعظه شده، آیاتی که در موعظه اومده با چه کلمات فصیح، با چه کلمات بلیغ. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض. الان شما وقتی دقت میکنید، من ترجمه میکنم، به ترجمه آیه دقت میکنید، اما به مبتدا و خبر و آوردن صفت و موصوف و چیدمان این کلمات عربی اگر کسی وارد باشه میفهمه که چه قوقایی در قرآن شده. ولا تمشی فی الارض مرحا، هرگز با تبختر رو زمین راه نرو، با تکبر راه نرو. دیدی بعضیا با تکبر راه میرن، پاشنهای پاشو که انده رو زمین میکوبه، با یک وضعی شانه هاشو حرکت میده، سینه رو جلو گرفته، گردنشو بالا میبره. انک لن تخرق الارض، این که پاتو میکوبی زمین، زمین رو سوراخ میکنی. و لن تبلغ الجبال، که سرتو بالا گرفتی، این کله تو به کوها میرسه. یعنی نگاه کن، تو در برابر این کره زمین، در برابر این عظمت خلقت، در برابر این کوه، در برابر این ارضی که سطحت تحت اقدام کن، تو چیزی محلی از اعراب هستی؟ ناخودآگاه انسان کرنش میکنه در برابر عظمت آفرینش. کجا رسد به خالق این آفرینش، خالق این هستی. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. و آیاتی که در الهیات وارد شده، آیات در الهیات، آیاتی که راجع به علم الهی آمده، آیاتی که راجع به قدرت الهی آمده، آیاتی رو مثال میزنه. آیات چه آیاتی و با چه عبارتی؟ ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر همه این درختای عالم، جنگل‌های کانادا رو ببینید، تا برید آفریقا، تا برید آسیا، تا برید کجا، همه اینها بشه اقلام، قلم بشه، همه اینها دریاها همه مرکب بشه، بخوان همه نویسنده بشن جن و انس و ملک، معلومات خدا رو بخوان بنویسن، معلومات بشر یک، بگید استخر مثلا مرکب درست کنید. البته اینا که تکراری نباشه دیگه، هی
کتابای متعدد خیلیاش تکراری، چقدر حالا این پرتوی از علم الهی، ولی بخوای معلومات خدا رو بنویسی، همه دریاها و اقیانوسها، این کره زمین که اکثرش آبه قدر کمش خشکیه، همه اینها بشه مرکب. معجزه قرآنم اینه، نفرمود ابحار، فرمود بحر متصله، تمام این آبهای متصل اقیانوسا همه در بعضی از جاها به 11,000 متر، چقدر کیلومتر، چقدر میرسه در اون ماریا میگن کجا میگن بله 11,000 بله متر، 11 کیلومتر عمق، همه اینها بشه مرکب. بخوان بنویسن ما نفدت کلمات الله، نمیتونن بعضی از کلمات خدا رو بنویسن. میخواد نشون بده در الهیات آیاتی که وارده، در موعظه، در اخلاقیات، در احکام، در جهاد، در مواقع مختلف آیات رو ببینید، مقایسه کنید. فمن تأمل کتابنا، هر کس تأمل کنه در کتاب ما و قرآن ما، فی دلائل الاعجاز علم ان القرآن قد بلغ فی جمیع وجوه الفصاحة الى نهایت القصوى، به آخر درجه فصاحت و بلاغت قرآن کریم رسیده. فلذا مشرکین چیکار میکردن؟ وقتی عاجز می شدن در برابر کلمات قرآن، می گفتن بابا این شعره، محمد شاعره و همه اینها شعره، سحره. گاهی می گفتن سحره، چون وقتی می شیدن می گفتن که یه عده مأمور بودن می آمدن جلوی مسجد الحرام، وقتی افراد جدید می آمدن یه مش پنبه داشتن، اینا مأمور پنبه بودن، مأمور پنبه چیکار میکنن؟ گفتن این پنبه ها رو بذارید تو گوشتون، یه نفر تو مسجد صحبت میکنه جادوگره، این اگه کلماتشو بشنوید جادو میشید. این بدبخت های احمق هم پنبه ها رو میذاشتن میومدن برای طواف. یکی از رؤسای قبائل بوده، میگه من پنبه ها رو گرفتم از اون مأمور پنبه، گذاشتم تو گوشم و مشغول طواف بودم، بعد دیدم که پیغمبر داره صحبت می گفتم این چه کار باطلیه. خب من اینه در بیارم گوش بدم، اگه حرفش حسابی بود گوش میدیم، اگه ناحسابی بود خب گوش نمیدیم. گفت پنبه ها رو آروم بله رو بردم، دیدم این داره میگه یک آیه از قرآن تلاوت کرد، این آیه به حدی در قلب این نشست که رفت جلو گفت میشه چند تا سوال کنم، سوال کرد، همونجا مسلمان شد و 80 نفر از افراد قبائل با شنیدن دعای سعای از قرآن از پیغمبر، اینا خوف این داشتن اونجور آیات در قلب مشرکین اثر میگذاشت و منقلب میکرد و تعبیر شاعر. فلذا شما میبینید قرآن کریم زیاد این آیات وارده که تهمت شعر می زدن. قرآن کریم در سوره مبارکه یاسین می فرماید و ما علمناه الشعر، ما اولا شعر یاد پیغمبر ندادیم، پیغمبر شاعر نیست، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، که این قرآن رو وسیله انذار قرار بده برای اون دلهای زنده، دل اگر مرده باشه قرآن او رو احیا نمی کنه، این یک امر طبیعی است. آقا قرآن آدم مرده رو زنده می کنه؟ نه، مرده نه اینکه مرده جسد، مرده دل. طبیب، پزشک وقتی شما مریض رو میبری جلوش معاینه میکنه، اول علائم حیاتی رو میبینه، پلکشش رو میبینه، این شارگش رو میبینه، نبضش رو میگیره، روش رو میکنه، به شما میگه آقا این از دنیا رفته، از من متاسفم، کاری از دست ما بره. آقا این دکتر شما بالاخره متخصصی، پروفسور، میگه من برای مرده ها کاری نمیتونم بکنم، این مرده است، مگر زنده میآوردین اینجا شاید میتونستیم کاری بکنم.
مسئله طب روحی هم همینطوره. پیغمبر طب روحه، طبیب روحه. وقتی زنده رو به او بدی، او رو احیاء میکنه. قرآن میفرماید لتنذر من کان حیا و یحق القول، اون کسی که دلش نمرده باشه. ای مرده ای که زجان از تو هیچ بوی نیست، رو رو که عشق زنده دلان مرده جوی نیست. فلذا می فرماید انک لا تحیی الموتا ولا یسمع الصم الدعاء. برای چی اینقدر برای اینا دل می سوزونی؟ برای چی اینقدر ناله می کنی؟ اینا مرده دلن. تو مرده رو که نمیتونی زنده کنی، تو ابولهب رو نمیتونی زنده کنی چون دلش مرده. تمام شد. اون که دلش نمرده میتونی هدایتش کنی، بیدارش کنی. اونی که رفت در خواب غفلت، اون کسی که مرده دل شد، اون که سیاه شد در قلب، اون دیگه هیچ فایده ای نداره. اون فلذا میفرماید لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این قرآن برای این. حالا یه نکته اینجا ممکنه بعضیا سوال کنن که آقا این همه آیات در قرآن آمده، من جمله این آیه، بعضی سوال میکنن. خیلی قرآن شعر و شعرا رو کوبیده. اولا اینجا میفرماید ما به تو شعر نیاموختیم و لا ینبغی، اصلا سزاوار نیست تو شعر. آیه دیگه براتون بخونم اگر یادداشت کرده باشم اینجا، بله، میفرماید در سوره شعرا میفرماید و شعرا یتبعهم الغاوون. اصلا افراد منحرف از شعرا تبعیت میکنن. شعرا چی؟ شعرا رو همه رو بریزید تو. الم تر انهم فی کل واد یهیمون. میبینید اینا همینطور این طرف اون طرف پراکنده، بدون مقصد، بدون هدف. انهم یقولون ما لا یفعلون. بابا این شعرا میگن چیزایی که اهل عمل نیستن، اهل شعارن. شعرا اینجوریه. خب این آیات هست در قرآن زیاده. فلذا این نکته رو برای شما بگم، کعب ابن مالک از شعرای مسلمین، از شعرای خوبه. این آیات وقتی نازل شد دید، اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله مازا افعل، من چیکار کنم؟ یعنی به شعرم ادامه بدن؟ آیه خیلی دل شعرا رو میکوبه که انهم، میگه خاک بر سر این شعرا. اون شعرا، حضرت فرمود نه نه، خود این آیه بعدشو بخون، بعد از آیه، آیه 221 از شعرا شروع میشه تا 227. در 226 میفرماید الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا. از همین شعرا استثناء میشه، اون کسانی که ایمان آوردن، اهل عمل صالح و ذکر کثیر خدا دارن، این شعرا. و انتصروا من بعد ما ظلموا. بعضی از شعرهایی هم که گفتن در برابر ظلمی که به اینها شده، اینا انتصار کردن، یعنی جواب اون ظالمین رو در شعرشون دادن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این استثناست. پیغمبر فرمود ان المؤمن یجاهد به نفسه و سیفه و لسانه. مؤمن مجاهدت میکنه با شمشیر، با جان و با زبان. که انهو تو داری با زبانت مجاهدت میکنی. نه، اینجور نیست که وقتی شما فکر کنید که عرض میشود که اسلام قرآن شعر و شعرا رو کوبیده. نه، این یک قریحه خدادادی و یک سرمایه الهی است که هر کسی نداره. این ذوقی است که هر کس نداره. بعضیا دارن، منتها بعضیا این ذوق رو صرف چی میکنن؟
صرف کارهای مخرب، انحراف، اشعار مبتذل، کشندن جامعه به سوی معاصی، انحرافات جنسی، انحرافات اخلاقی، اینا خرابش میکنن. ولی این ذوق و قریحه رو اگر در سبیل مستقیم و صراط مستقیم، اخلاقیات، انسانیت، شما ببینید شعرایی که در حماسی شعر گفتن، مردم رو، جامعه ای رو از خواب غفلت بیدار کردن. شما ببینید از پیغمبر و ائمه چقدر در تأیید شعرا، شعرای خوب، شعرایی که در راه صراط مستقیم گام برداشتن، بیدار کردن جامعه، هوشیار کردن جامعه، نیرو دادن به مردم، تقویت ایمان مردم، اینها مورد تأییدن. فلذا امام صادق علیه السلام می‌فرماید من قال فینا بیت شعر، اگر کسی برای ما اهل بیت یه بیت شعر بگه، بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا یک قصر در بهش براش بنا میکنه. یه بیت برای ما گفتی، یه بیت اونجا داری. ما قال فینا قائل بیت شعر، هر کس در مورد ما خانواده بیت شعری بگه، حتی یعید به روح القدس، روح القدس معید اوست. از این تعبیر بالاتر مطلب دیگه، ایام متعلق به امام باقر علیه السلام. ولد ان ابن کمیت ان ابیه کمیت، کمیت از شعرای اهل بیت، میگه قال دخلت على سیدی ابی جعفر الباقر علیه السلام، یه روزی من داخل شدم در منزل امام باقر علیه السلام. قلت یا ابن رسول الله اینی قد قلت فیکم ابیاتا فاتعزن افتعزن لی فی انشادها، من اشعاری راجع به شما گفتم، اجازه میدید بخونم؟ فقال، امام فرمود انها ایام البیز، این ایام ایام البیزه، سیزدهم، چهاردهم، پونزدهم هر ماه ایام البیز، در هر ماه، در رجب، در شعبان، در رمضان عظمت بیشتری داره، در سایر ایام سالم عظمت داره، ایام دعاست، ایام مناجات با خداست. اینم یک نکته فقهی است. بعضن شما میشنوید که شعر خوندن در شب جمعه مکروهه، هست در عرض می شود بعضی روایات، در فتاوی فقها هم هست به عنوان کراهت. اون اشعاری که اشعار الهی نباشه، اشعار معمولی باشه، برای توصیف شجر و درخت و نمیدونم عرض می شود طبیعت و اشعار مثلا امثال این چیز، اما اگر در مسائل دینی باشه، در نسبت به اهل بیت باشه، اون کراهت هم نیست، کراهت هم نداره. فلذا ایشون وقتی امام فرمود ایام البیزه، یعنی موقع شعر نیست، قلت فهو فیکم خاصتن، یا ابن رسول الله فقط برای شماست، این برونور نیست شعرها، فقط در مورد شماست، یعنی در راه خدا گفته شده این اشعار. قال هات، امام علیه السلام فرمود خب بخون، بهش اجازه داد. فانشأت اقول، من شروع کردم به شعر خوندن. از حکن الدهر و ابکانی و الدهر ذو صرف و الوان، این روزگار خندنده و گریونده مرا، این روزگار خیلی متغیره، خیلی بی صفته، لتسعت به طف قد قودرو صارو جمیعا رهن اکفان، برای اون عزیزانی که در طف، در واقعه کربلا، بدنهایی که روی زمین افتاد، اونها مرا به گریه در آورد. تا این جمله رو گفتم فبکا علیه السلام، امام باقر علیه السلام شروع کرد گریه کردن، که انه این اشعار، اشعار
روزه جدشون بوده. و بکا ابو عبدالله، اونجا امام صادق علیه السلام هم حضور داشتن. امام باقر گریه کرد، امام صادق گریه کرد. و سمعت جاریتن تبکی، یه صدایم از پشت منورا الخبا، از پشت پرده، خانمی از مخدراتم صوتش آمد که ایشون هم گریه کرد. فلما بلغت الی قولی، من شروع کردم به ادامه اشعارم. و ستت لا یجازا بهم بنو عقیل خیر فرسان ثم علیون الخیر مولاهم ذکرهم حیج احزانی. این عزیزانی که از آل پیغمبر و اهل بیت اینها از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، به اینجا که رسیدن فبکا، امام باز شروع کرد به گریه کردن. ثم قال ما من رجلن، امام باقر فرمود دیگه به این قلبت امشب التماس بکن که مشمول این روایت امام باقر بشی به برکت امام باقر. فبکا ثم قال ما من رجلن، در روایت دیگه ما من مؤمننم داره، کسی نیست که ذکرنا او ذکرنا انده، بگوید از ما یا بشنود، گوینده یا شنوند. یخرج من عینه ما، از چشمش اشک جاری بشود، نه سرازیر زیاد گریه کنه، نه ولو مثل جناح البعوضه، مثل پر پشه ای موجه چشمش تر بشود. الا بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا خانه ای در بهش برای او بنا می کند. و جعل ذلک الدمع حجابا بینه و بین النار، این عشق چشمش یک حجاب می شود روز قیامت بین او و بین آتش جهنم، او رو مثل سپر عرض می شود که نگه می‌داره. به من اشاره فرمود بخون. فلما بلغت الی قولی، رسیدم به این جمله، من کان مسرورا به ما مسفکم او شامتا یوم من الانی، چه کسی دیگه مسرور میتونه باشه از اون مصائبی که به شما آل محمد وارد شده. فقد زللتم بعد عز فما ادفع زعیما حین یغشانی، وقتی شما رو اینجور با مذلت گرفتن، اولاد پیغمبر رو به اسارت گرفتن با دست بسته و کتف بسته، امام زین العابدین رو ببرن، زینب رو ببرن، دیگه من چگونه بخوام از خودم ظلمی رو دفع بکنم؟ به اینجا که رسیدم اخذ به یدی، امام باقر دست منو گرفت، فرمود اللهم اغفر للکمیت، خدایا کمیت رو بیامرز، برای ما شعر گفت، در مظلومیت ما شعر گفت، ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، گناهان گذشته و آیندهش رو بیامرز. خوش به حال اون انسانی که امام زمانش دعا کنه در حق او. میخوای دعات کنه، یکی از راهاش اینه، برای جدش حسین گریه کن، در مجلسش گریه کن، این راهه، این طریقه، او را دوست دارن این معنا را. اللهم اغفر لکم. فلما بلغت الی قولی، تا اومدم یک یک صدا کردم اهل بیت، متى یقوم الحق فیکم، متى یقوم مهدیکم الثانی، چه زمانی حق شما داده میشه و چه زمانی اون مهدی شما انشاءالله ظهور میکنه. عین الطالب و به دم المقتول به کربلا. به اینجا که رسیدم امام باقر فرمود سریعاً انشاءالله، سریعاً انشاءالله، به سرعت برسه اون روزی که فرزندم مهدی بیاد. ثم قال یا ابا المستحب، اسم اوز اسم پدرش ابو المستحل کمیل ابن ابو المستحل، ان قائمنا هو التاسع من ولد الحسین، فرزندم مهدی نهمین از فرزندان جدم
حسین است، لأن الأئمة بعد رسول الله اثنا عشر دوازده امامن، الثانی عشر هو المهدی عجل الله تعالی. قلت یا سیدی فمن هؤلاء الاثنا عشر؟ یک یک امام میشه مرد، اون دوازده نفر کیا هستن؟ میفرمد جدم امیر المؤمنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، بعد پدرم زین العابدین، ثم انا، بعد من، بعد و وضع یده على کتف جعفر، دستش رو گذاشت رو شانه امام صادق فرزندش، فرمود بعد این. فمن بعد هازا، گفتم بعد از ایشون کیه؟ فرمود ابنه موسا، فرزندش موسا، بعد از او ابنه علی، بعده ابنه محمد، بعده ابنه علی، و بعده ابنه الحسن، و هو ابو المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، الذي يخرج فيملا الدنيا قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، و يشفي صدور شيعتنا، دل شیعیان ما رو شفا میده ظهور فرزندم. قلت فمتا یخرج ابن رسول الله، چه زمانی خروج میکنه؟ از امام باقر پرسید کمی. قال لقد سئل رسول الله، این سؤال طوری که از من کردی از جدم پیغمبر سؤال کردن، انزالک فقال صلی الله علیه و آله، جدم پیغمبر جواب داد انما مثله کمثل الساعه لا تأتیکم الا بغتتا، مثل فرزندم مهدی مثل ساعه و قیامت است، یک مرتبه میاد، یک مرتبه مردم در غفلتن، یک مرتبه صدای دلواش بلند میشه. مثله کمثل الساعه لا تأتیکم الا بغتتا. خداوند انشاءالله ما رو از شیعیان و حضرت و منتظرین ظهور اون حضرت قرار بده. خب ایام متعلق به شهادت امام باقر علیه السلام، در روایت که سبب وفات الامام هو سم دسته الیه هشام ابن عبدالملک، سمی رو هشام ابن عبدالملک لعنت الله علیه، در یک روایت در طعام اون حضرت، در یک روایت در آب و اون چیزی که نوشیدنی حضرت ریختن، در یک روایتی که در زین استر اون حضرت زدن که حضرت وقتی سوار شد، این چه سمی بوده به بدن امام اثر کرد، تا سه روز بدن امام دچار ورم و تورم شد. بعد از سلاست ایام شب وفاتشون که هفتم ماه صفر ماه ذیحجه است، حضرت عرض می شود که وصیت فرمودن امر به اکفان له و کان فیه ثوب و احرام، فرمود یک لباس احرام دارم، بدن من رو وقتی غسل دادید کفن می کنید، این لباس احرام مرم در این کفن من بگذارید. و اینا همه مؤثره ها، اون لباسی که باهاش چند مرتبه عمره رفتی، حج رفتی، اینا عرض می شود که معلوم اثراتی داره. اگر اثر نداشت امام وصیت نمی فرمود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای مرعشی رو، یادم وصیت عجیبی کرده بودن ایشون که انگشتر چی عرض می شود براشون، یک عقیقی اسماء اهل بیتش بود، این روی زبانم بگذاری چه کنید چه کنید. بعدم گفتن که جنازه این من رو که عرض می شود تمام شد و تجهیز و اینها شد و تابوت بزنید، قبل از این که ببرید برای دفن، ببرید در حسینیه من، این امامه من یه سرش رو به تابوتم ببندید، یک سرش به این منبر امام حسین ببندید، یعنی دخیل منبر امام حسین، مرجع تقلید، افکار عوامان است. گفت یکی از علما هر شب میرفت نجف زیارت امام علیه السلام، میشد گفت طوفانی بود، ایشونم پیر مرد، باد و گرد و غبار و عرشت بارندگی و بارندگی بوده یا گرد و غبار بوده، باد شدید بوده. گفت من به ایشون گفتم که آقا امیرالمومنین همه جا هست، از همین جا شما امشب نرید، وضع مزاجیتون هم خوب نیست، اینا
حرف خوبی زده بود، فرموده بودن که این روحیه عوامانه ما رو از ما نگیرید، این رفتن کنار ظریف و گدایی کردن در خانه امیر المؤمنین و در خانه اهل بیت، در این خانه رفتن، اینها مؤثره. خدا من انشاءالله این ولایت رو و این محبت رو از ما نگیره و روز به روز قوی تر و برای فرزندان ما یادگار قرار بده که اصل اینه. شیر کشیده همه مطالب رو برای شما میگم اینی که من عرض میکنم از استادمون که 20 سال خدمت ایشون بودیم، فقیه اهل بیت، شاگرد این ملا آقای خویی، ایشون هم هرچی داره از آقای خویی، آقای خویی هرچی داره از مرحوم نائینی، اینا دست به دست گشته به دست ما رسیده. شیر کشیده ی همه مطالب اینه که ارتباط با سید الشهدا، ارتباط با اهل بیت، تضرع و زاری در خانه اهل بیت، این وسیله نجاته. شرق و غرب بری، این راه راه میان بر و راهی است که بیمه میکنه انسان رو، دنیا و آخرت. و اونی که من باید بگم گفتم خدمت عزیزان. بعد در اون عبارت میفرماید امام علیه السلام وصیت فرمودن که در نور الابصال میگه اوصا لولده جعفر، به فرزندشون امام صادق وصیت کردن اوقف لی مالا من مالی کذا و کذا للنوادب، تا 10 سال در منا برای من روزخانی بشه، روزه بخوانن، مالی رو وقف کردن برای روزخانی. همون سفارشی که جدشون امام حسین به فرزندشون سکینه کردن، وقتی سکینه حالا در خواب بوده یا در بیداری، برای ایشون عرض می شود که حالت مکاشفه شده با پدرشون سید الشهدا، این عبارت رو که شاعر به شعر در آورده، اون کلام امام رو می خونم از همتون التماس دا. شیعتی مهما شربتم ما از بین فذکرونی او سمعتم به قریب او شهید فندبونی. سکینه جان سلام مرا به شیعانم برسون، بگو هر وقت آب سرد خوشگوار نوشیدی یادی از آتش من کنی، هر وقت اسم شهید و غریبی رو شنیدید یادی از غربت من و به یاد غربت من گریه کنید. و انا سبط الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی. اینا رو معنی بکنم برای ایام عاشورا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. شیعان کاش بودید کربلا میدیدید صحنه رو، کیف از تسغیل طفلی فابا ان یرحمونی و سقوه سهم بغی بدل ماء المعین. عوض این که به علی اصغرم آب بدم، هر مل تیر به گلوی علی. فذبحت من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. السلام علیکم.
يا محمد ابن علي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند بسین عطف نان گنجهای قرآنی علم را شکافنده با کلام نورانی مظهر جمال در لباس انسانی صد چبو علی پیشت کودک دبستانی یا محمد ابن علی همسپه را مهدر هم وجود را بانی کنیت ابو جعفر ای محمد ثانی آسمان دانش را آفتاب تابنده مشعل حقایق را منطقت فروزنده خصم را پذیرفته با لب پر از خنده خرم و خندان دشمن از تو شرمنده دشمن از تو شرمنده خلق را امام هستی ای خدای تا بنده نیست بنده ای چون تو با جلال ربانی ای هزار کوه طور غرق در یم نورت صد چموسی بن عمران نقش وادی تورت هم ملک به فرمانت هم فلک به دستورت خازن است مسکینت مالک است مأمورت
ای دعای عاشورا از کلام پرشورت داد نور بر دلها زین دعای نورانی تو سپهر انواری تو یم تجلایی بر دو فاطمه فرزند با جمال یکتایی روح پاک سروحی در چهار دریایی پنجمین ولی الله با به هفت مولایی چرخ پیر با عمرش کودک رضیع تو آسمان مطیعش باید هر که شد مطیع تو عرش کبریاز آغاز خانه رفیع تو عرش کبریاز آغاز خانه رفیع تو بلکه عرشیان را بر خاک توست پیشانی بلکه عرشیان را بر خاک توست پیشانی ای جان جهان امام باقر ای جان جهان امام باقر وی قبله جان امام باقر ای جان جهان امام باقر ای جان جهان امام باقر وی قبله جان امام باقر وی نور عیان امام باقر
سلیمان نبی دربان تو، ای سلیمان نبی دربان تو، ای علوم احمدی در دست تو، ای علوم احمدی در دست تو، حضرت یوسف بود سرمست تو، حضرت یوسف بود سرمست تو، ای ولایت در دو عالم حاصلم، ای ولایت در دو عالم حاصلم، عشق تو منزل نموده در دلم، عشق تو منزل نموده در دلم، از تو عالم در دو عالم شور و شک، از تو دارم در دو عالم شور و شک، تو مرا نوکر نمودی بر حسین، تو مرا نوکر نمودی بر حسین، یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا کربلا. گریه کردن را تو یادم داده ای، گریه کردن را تو یادم داده ای، تو زدی بر این دلم مهر حسین، تو زدی بر این دلم مهر حسین، روزه ها خوانی تو از دشت بلا، روزه ها خوانی تو از دشت بلا، سینه ها را کرده ای کرم و بلا، سینه ها را کرده ای کرم و بلا، یاد ما دادی الف بای حسین، یاد ما دادی الف بای حسین، خود تو بودی مست و شیدای حسین، خود تو بودی مست و شیدای حسین، گریه ها کردی تو بر کرب و بلا، با قلم کردی جهاد کیمیا، تا قیامت شیعه شد مدیون تو، کربلا در کربلا دل خون تو، یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا. شکر خدا تمامی ما
شدی، شکر خدا تمامی ما سینه زن شدی، با روزهای آل عبا سینه زن شدی، با روزهای آل عبا سینه زن شدی. اصلا خدا برای همین آفرید ما قبل از وجود ارض و سما سینه زن شدی، با عشق کربلا به حسینیه آمدی، در فاطمیه های خدا سینه زن شدی، رفتیم تا کبوتر گنبد طلا شویم، اما درون صحن رضا سینه زن شدی. یا صاحب الزمان به تسلای قلب توست، یا صاحب الزمان به تسلای قلب توست، گر در هزای جد شما سینه زن شدیم، گر در هزای جد شما سینه زن شدیم. ان فی الجنت نهرا من لدن، ان فی الجنت نهرا من لدن، لعلی و لزهرا و حسین و حسن، کل من کان محبان لهم، کل من کان محبان لهم، یدخل الجنت من غیر حزن، یدخل الجنت من غیر حزن. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله، هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله. السلام علیک، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین صار الله ابا عبدالله، حسین صار الله، صار الله، صار الله، حسین صار الله ابا عبدالله، حسین صار الله، صار الله، صار الله، حسین صار الله ابا عبدالله، حسین صار الله، صار الله، صار الله، بشین صار الله ابا عبدالله، حسین صار الله، صار الله، صار الله، حسین صار الله ابا عبدالله، حسین صار الله، صار الله، صار الله، حسین صار الله، ابا عبدالله، حسین صار الله، صار الله، صار الله. منی که مشهد و رضا رو دیدم، منی که مشهد و رضا رو دیدم، منی که صحن کربلا تو دیدم، نمیتونم ببینم حرم نداری، نمیتونم ببینم حرم نداری. منی که مهر عشق تروسینم، منی که زائر شهر مدینم، نمیتونم ببینم حرم نداری، نمیتونم ببینم حرم نداری. قبر مادر می نشونه، قبر پسر بیرونه، قبر پسر بیرونه، قبر پسر بیرونه. شاه بی حرم، 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 شاه بی حرم. میزن قلبت داره میاد دوباره باز بوی محرم، داره میاد دوباره باز بوی محرم، داره میاد دوباره باز بوی محرم. میزنه قلبم داره میاد دوباره باز بوی محرم، داره میاد دوباره باز بوی محرم، داره میاد دوباره باز بوی محرم. همه میزنه قلبم داره میاد
زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا ابا الفاز 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 اللهم صل على محمد وآل محمد نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق مولانا باقر العلوم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير همه دعا کنیم ولی نعمت من رو به حوائج من رو از دست با عنایتش بگیریم انشاءالله اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحمة خدايا ما را بیاموز والدين ما را بیاموز مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما کفایت فرما قلب امام زمان از ما راضی فرما السائل با سفرت بر اندام نازنینش بپوشان جوانان ما در پناه حضرتش مسون و محفوظ بدار عواقب امورشان ختم بخیر بگردان مرزامون به حقیقت امام باقر به برکت امام باقر مریض منظور عاجلا لباس عافیت بپوشان حوائج این جمع به برکت امام باقر امشب برآورده به خیر بگردان ثوابی از این مجلس و منصار روح گذشتگان این جمع زبل حقوق پدر و مادر این جمع بستگان این جمع همه رو ثوابی از این مجلس نثار روحشون عائد و واصل بفرما بالنبی و آله الفاتحة مع الصلوات